شده. بله، حالا نوبت برنامه اولمونه که در مورد خانم پرستوه که یک غواص ایرانی هستن و عکسای زیبایی رو از زیر آب میگیرن و همچنین در مورد تجربه یک روز کاریشون با ما صحبت میکنن. بریم با هم ببینیم و برگردیم. من پرستو هستم و به غواصی و عکاسی زیر آب خیلی علاقه دارم. من اولین بار غواصی رو حدوداً بیشتر از 15 سال پیش از جزیره کیش شروع کردم. وقتی که با خانواده برای یه تور رفته بودیم و من مدرسه غواصی یک دوره کوتاه غواصی روزه رو انجام دادم و اینقدر از این فعالیت خوشم اومد که تصمیم گرفتم اونو به صورت حرفه‌ای دنبال کنم. اولین دوره غواصی دوره اوپن واتر هستش که شامل کلی اطلاعات خیلی مهم غواصی هستش که شامل نفسگیری و چیزهای ایمنی که شما باید حتما اونها رو کاملا رعایت کنین تا اینکه بتونین یک غواصی خیلی خوب رو داشته باشین و اینا همه در دوره اوپن واتر که تقریبا دوره 5 روزه هستش ارائه میشه. بعد از دوره اوپن واتر دوره ادوانس ما داریم که یک کم اطلاعات حرفه‌ای تری رو یاد میگیریم و من بعد از اینکه اینو شروع کردم دوره رو امتحان آخر اون رو در سفری که در ترکیه داشتم دادم. از اونجا که به عکاسی خیلی علاقه داشتم، مدرک‌های فوق تخصصی عکاسی و فیلمبرداری زیر آب رو هم در کنار این دوره‌های ادوانس گذروندم تا بتونم زیبایی‌های زیر آب رو به تصویر بکشم. به خاطر موقعیت کاریم شانس این رو داشتم که سفرهای زیادی رو بکنم و تقریبا هر جا که سایت غواصی رو پیدا می‌کردم دوست داشتم که زیبایی‌های اون سایت رو به تصویر بکشم و عکس فیلم برداری انجام بدم. یکی از جای خیلی قشنگی که تونستم عکس و فیلم‌های زیبایی رو ازش بگیرم دریای کریبیان یا همون کارائیب خودمونه که واقعا طبیعت اونجا دستاتی شفافیت لازم رو داشته باشه. شما میتونید واقعا گونه های مختلف گیاهان اینا رو ببینید و ازشون عکس خیلی قشنگی بگیرید. یکی دیگه از جایی که واقعا زیباست و به خاطر گونه های مختلف لاک‌پشت ها معروفه مکزیک هستش که در اونجا من واقعا تونستم در یه عمق خیلی کم گونه های مختلف لاک‌پشت ها رو ببینم و باهاشون شنا کنم و عکس بگیرم و یکی از خاطرات خیلی زیبایی بود که من هنوز دارم. امروز هم به کشور زیبای کاستاریکا اومدم که اینجا غواصی خیلی معروفه برای اینکه شما میتونی گونه‌های مختلف کوسه ها رو در زیر آب ببینی و امیدوارم که بتونم کوسه ببینم، چون شانس این که شما در یک غواصی بتونی کوسه هایی رو ببینی خیلی کم هستش و امیدوارم که بتونم اونا رو امروز ببینم با چشای خودم و بتونم عکس و فیلم بگیرم. ولی اونطوری که با محلی‌های اینجا صحبت کردم، به دلیل اینکه باد شدیدی هست و جریان زیر آب خیلی زیاد هست و دید خوبی نداریم، امکان عکاسی و فیلم برداری زیاد نیست. به هر حال بریم ببینیم چی میشه.
شخصا امروز ما شانس آوردیم و یکی از بهترین سایت های اینجا بود، چون شما هر کسی اینقدر سعادت نداری که بری وقتی میره زیر آب همه این ماهی ها رو در یک دایو در یک غواصی کوتاهش همه رو ببینه و مخصوصا کوسه. کوسه یه چیزی نیستش که تو شما ما هر جا که غواصی میتونی میکنی ببینی و ما دو تا کوسه رو دیدیم که خیلی نزدیک بودم با هم بود و واقعا یه شانس بزرگی بود. خیلی خوشحالم که ما این کار انجام دادیم. چیز جالبی که پیش اومد، چون جزرومت خیلی زیاد بود، واقعا موندن در حالت اون استابیلیتی یا اون حالت شناوری خیلی سخت بود. در یک لحظه چنان با جریان آب نزدیک شدیم به کوسه‌ها که اونا شروع کردن به حرکت کردن و باز با آب رو کشون عقب و دوباره نزدیک اینا شدیم. خب اونجا خیلی مقدار هیجان انگیز و ترسناک بود، ولی واقعا خیلی قشنگ بود. قانون مهم غواصی اینه که همیشه باید دو نفر با همدیگه در کنار هم غواصی کنن، چون که ایمنی حرف اول رو میزنه و ممکنه در شرایطی قرار بگیری که این اکوپمنت وسایلت خوب کار نکنه. در زیر آب هم همینطور، تمام مدتی که غواصی میکنی باید حواست باشه که بادی شما ازت دور نشه. بعضی جاها ما در این غواصی مجبور شدیم که حتی دست هم دیگه رو بگیریم که جریان آب ما رو کاملا از هم دیگه دور نکنه. وقتی قایق غواصی میریم وسط آب، گروه های مختلفی هستن. یه سری اومدن که فقط غواصی رو تو اون منطقه تجربه کنن، یه سری اومدن که مدرک های غواصیشون رو بگیرن، یه عده اومدن فقط برای اسنورکلینگ. و قبل از اینکه بری، خب جالبه اگر شما دفعه اولت باشه، معمولا همه با هم دیگه صحبت میکنن و از اکسپیرینس و تجربه هاشون میگن در اونجا و گروه گروه به حالت های گروه های دو نفری غواصی رو شروع میکنن، بعضی وقتا سه نفر. و وقتی که تموم میشه و همه بر میگردن تو کشتی، صحنه جالبیه، چون همه دارن از ماهی ها و تجربیات زیر آبشون به هم دیگه میگن تو چی دیدی، تو چقدر در چه عمقی رفتی و اینکه تبادل اطلاعات و اینفورمیشن میکنن. خیلی چیز صحنه جالبیه. خوشبختانه ما هیچ مشکلی نداشتیم. بعضی وقتا بعضی از آدم ها نمیتونن در اون عمق، مشکلی براشون پیش میاد برای گوششون، برای تنفسشون و غواصی راحتی ندارن. ولی اگر که شما یه غواصی خوب داشته باشید، این تبادل اطلاعات بعد از اون واقعا یه صحنه جالبیه که هر روز ما بعد از غواصی توی کشتی میریم. تجربه خیلی قشنگیه، خیلی خوبه، ولی باید یه چیزی رو حتما فراموش نکنیم که همونقدر که برای شما ممکنه جالب باشه، همونقدر ممکنه خطرناک باشه. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما یه بار با یک مرکزی که آموزش ها و اینا رو همه رو به شما بدن، یک تجربه اینو بکنین، چون زندگی زیر آب واقعا یه چیز جالب و جدیدی هستش. شاید شما توی فیلم ها ببینید یا توی آکواریوم ببینید، ولی وقتی خودت رو توی اون محیط حس میکنی، واقعا تجربه هستش که شاید اولین غواصی که من داشتم این تجربه باعث شد که من این راهو ادامه بدم. و ازتون میخوام که حتما سعی کنین که حداقل یک بار در عمرتون غواصی رو تجربه کنین.